باز خواهد. در ایران مشکلات مختلفی هست، یعنی بیکاری هست، فقر هست، بهداشت نیست، درمان نیست، بسیاری از معلولان جنگی مایحتاج پزشکیشون رو در دسترس ندارن، جلوی خانواده هاشون پرپر میزنن، همه اینا هست. این وسط آقای مکارم شیرازی میگه مشکل بزرگ ما بدحجابی است. بله بله واقعا همینطوره یا ببینید آقای ناصر مکارم شیرازی چند روز قبل اساسنامه تلویزیون ولایتشون رو به تصویب رسوندن، تلویزیونی که سالی 10-15 میلیون دلار هزینه رو دوش ملت ما میگذاره که بیاد اونجا ثابت کنه پهلوی فاطمه زهرا رو خلیفه دوم شکسته و یه مش بحثای بی اساس و بی ربط در ایجاد خلاف بین شیعه و سنی. از این حرفا باید هم بزنه. این ناصر ابوالمکارم کسی بود که قبل از انقلاب شما یادتونه مطالبی که در مکتب اسلام می نوشت مورد معارضه آخوندهای سنتی و بنیادگرا اصولگرای قوم بود و این آدم یه دفعه با یه جفت نعلین مرحمتی و 7 میلیارد و بعد 14 میلیارد بودجه که بهش دادن تمام اونا رو فروخت و تبدیل شد به مرتجع‌ترین آخوند حوزه و امروز واقعا به عنوان شیخ المرتجعین باید از او یاد کرد که از مسواه یزدی هم زده جلو. و آدم اینجا میفهمه که دین و مذهب و باور و اعتقادات این همه بهانه است، همش دکانه و این دکانداران دعواشون واقعا بر سر کالایی است که در دکانشون عرضه میکنن و میزان مشتری که دارن. این آقای مکارم شاگرد آقای شریعت مداری بود. بله بله کاملا درسته. و واقعا آقای چالنگی من به چشم خود دیدم این آدم در حضور حضرت آیت الله شریعت مداری اجازه میگرفت حرف بزنه، یعنی آدم تا این حد مدیون اون مرد بزرگوار بود و مطیع و منقادش و اولین کسی که خنجر از پشت به مرحوم شریعت مداری زد همین آقا بود که علیه آیت الله شریعت مداری اعلامیه داد. بله بله. خب این یک حالا موجودات دیگه ای هستن که ذوالحیاتین، مثل تمساح مثلا هم بیرون از آب میتونه زندگی کنه هم داخل آب میاد، هستن ذوالحیاتین یا اون که تو فارسی میگین ذوالحیاتین هر چی که هست. ولی این روحانیت های که خیلیشون نشون دادن که میتونن در فضاهای مختلف زندگی کنن، یعنی کاملا مثلا آقای دوری نجف آبادی هم مثل که شاگرد آقای منتظری بود دیگه. بله 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 کاملا از نزدیکان، ولی خب بعدا میان چه میکنن چه نمیکنن. حتی به هر حال این پس مشکلات ما فعلا این بدحجابی است به قول آقای ناصر مکارم شیرازی که یه همچین چیزی هست. و بعد بله. یک سوال آقای نوزاد، یک سوال دیگه این که ببینید آقای روحانی، حسن روحانی میان اونجا میستن صحبت میکنن و اینجا جواب دادگستری بین المللی شکایت کردیم و این کردیم اون کردیم و این 2 میلیارد دلار و فلان شد و بهمان شد. من در مقدمه اشاره کردم، بعدم میگم بله در اثر یک سهل‌انگاری این 2 میلیارد دلار رفت زیر حوزه نفوذ آمریکا و از این حرفا. سوال دو تاست به قوله معلم شیمی ما آقای کمالی، دومیشون منتره اول مطرح میکنیم. اولا شما من مسئول نیستید که سهل‌انگاری شما 2 میلیارد دلار بابت ایران آب بخوره، یکی اینه. دوم این که این پولهای داخلی رو که میشه راحت‌تر پس گرفت، میشه گرفت، مال مردمن مثل بقیه پولها، اونا چرا هنوز هیچ اقدامی نشده؟ چرا هنوز حتی رسیدن به این که روایت هست که آقای زنجانی اینقدر بلند کرده، حالا خودش هم که تنها نیست، یکی میگه راوی میگه که اینقدر بلند کرده. بله ببینید آقای شالنگی دو نکته رو در نظر بگیم. یکی این که اصولاً حرفی که آقای روحانی و رژیم جمهوری اسلامی میزنه بی‌پایه است، بی اساس. شما نمیتونید برید یه عده آدم رو بکشید، آقای رفیق دوستتون بازو بالا بگیره و افتخار کنه به این کار که ما آمریکایی‌ها رو تو لبنان کشتیم و فرماندهان سپاهتون باد به قبقب بندازن که ما بودیم، بعدم که گریبانتون رو میگیرن بگی نخیر شما حق ندین از ما غرامت بگیری، تا
تنها کاری که میتونن بکنن خانواده اون 270 سرباز و نظامی، خانواده اون 60 کارمند سفارت آمریکا در بیروت، خانواده خیلی از کسایی که به دست شما کشته شدن، و تازه من گفتم تو برنامه‌ام دیروز، تازه این اول عشق است، تازه این اول کاره. یعنی فکر کنید با 2 میلیارد قضیه تموم میشه، 10 میلیارد باید شما هزینه بپردازید و حتی پولای شخصیتون توقیف خواهد شد. یعنی به این سادگی فکر نکنید قضیه حل میشه. تمام ایرانیایی که شما به ظلم کشتی نشون الان خانواده‌هاشون دارن فایل درست میکنن، خانواده‌هایی که امریکایی شدن در امریکا هستن یا بودن، و بنابراین رهاتون نخواهند کرد. حالا میرید دیوان داوری لایق که چی بگید که 2 میلیارد احمدی نژاد دور از چشم همه از آمریکا باند خریده و اونا فرصت و مغتنم شمردن و کیس هایی که از سالها قبل علیه شما مفتوح شده بوده الان رفته دیوان عالی و به نفعشون نظر دادن. نکته دوم که شما فرمودید بسیار نکته مهمیه. شما که از 2 میلیارد دلار به فقان آمدید، 10 میلیارد دلاری که بابک زنجانی برده، رستم قاسمی برده، آقای طاهری برده، آقای شیرانی برده، خانم محمودی برده، اینا چی شد؟ اینا رو چرا نمیگید بگیرید؟ آقای زنگنه قول داد که من دزدای وزارت نفت و گریبان میگیرم و پول ازشون میگیرم، چرا یک تومن از اینا وصول نشده؟ شما خیلی مردین، به جای شکایت از لاهه گریبان دزدا رو بگیرید، نه اینکه بهشون ماموریت تازه بدید که مسئول روابط اقتصادی ایران و عراق و سوریه بشن. رستم قاسمی دزد بزرگی است و باید گریبانش رو به این دزد در سطح بین المللی باید دنبالش برن. راحت تو ایران تو قصرش نشسته یا میره عراق یا میره سوریه. و نمونه های این آقای دکتر طاهری، آقای شیرانی، خانم محمودی، اینا همه دزدان سرشناس جمهوری اسلامی. خود محسنی اژه‌ای دزد سرگردنه معروف، چرا گریبان اینا رو نمیگیرید؟ زور آقای روحانی به اینا نمیرسه. حالا اومده دادگاه لاهه که 2 میلیارد پولی که حق خانواده کشته شدگان به دست و به تحریک جمهوری اسلامی یا به دست عواملش هست، حقشونه. خب بله، اینجا مثلا سیاست حالا برای دادگاه ها قدرت فوق العاده ای دارن و بعدم وزیر خارجه و وزارت خارجه اینجا به معنی واقعیش در زمینه‌های بسیار کارگزار مردم هست، یعنی پیشبرنده منبیات مردم. آقای جانکری پس فردا که از وزارت خارجه بره دیگه سمت‌هایی خواهد داشت قطعا. همین الانش هم راه رو 2 سانتی‌متر اونور بره، خب نمایندگان مردم در هر ایالتی میرن یقه‌شو میگیرن میارنش و باید جواب بده. اینی که کارگزار باید پیشبرنده باشه، مثل اینکه مثلا میلیارد دلار و اینا آقای نوری‌زاده خودی و غیر خودی داره. حالا خاوری و بقیه که یه نفرن باندن دیگه، یا دار دسته رفسنجانی یا هر کی، یا اژه‌ای و اینا خودی ان، مسئله این 2 میلیارد هم که قابل نداره. اینا هم همچین پیسی هست دیگه. برای ببینید و بعد همین حقوقای میلیاردی، بله همین حقوقای میلیاردی، من جایی گفتم اشاره کردم، خب این یه جور شاید مبارزه با آمریکاست. اینجا رئیس جمهور آمریکا حدوداً سال 40,400,000 دلار حقوق میگیره که در آمریکا برای مدیران حقوق زیادی نیست، مدیران کمپانی ها هستن که بیشتر میگیرن، ولی من فکر کنم که در ایران مدیران کمپانی هایی هستن اطرافیان خود آقای حسن روحانی، ایشون اطرافیانشون هستن که میلیون دلاری در سال حقوق و مزایا دارن. بله بله، الان اومد ابتدا صحبت از این شد که بله تو شرکت بیمه بود و مدیر بیمه استعفا داد. حالا به نظر میرسه در خیلی از ارگانهای دولتی با یه همچی وضعی روبرو هستیم، یعنی پاداشهای کلان. آقا ببینید، یه وقت شما مثلا در بریتانیا میگید طرف مدیر مارکس اند اسپنسر یا مدیر چین سوپرمارکت سینسبوریه و چون سال گذشته موفق شده 750 میلیون دلار اضافه درآمد برای این مجموعه سوپرمارکت ها بیاره، یا در مارک اسپنسر 1 میلیارد دلار سود اضافه آورده، بهش یه بونس میدن.
100,000 پوند، 200,000، 500,000، 1,000,000 پوند بهش بونس میدن. این خب یه واقعیتیه. ولی شرکت بیمه ورشکسته ایران چجوری مایی مثلا 80 میلیون 70 میلیون پاداش میداده؟ و همینطور در مؤسسات دیگه. ببینید آقای چالنگی، یادتونه ما بارها با هم صحبت کردیم، این رژیم ایران رو به عنوان یه سرزمین اشغال شده نگاه میکنه و بنابراین مثل هر غارتگری که وارد سرزمینی میشه، چنگیز وقتی وارد ایران شد غارت کرد، تیمور غارت کرد چون یه سرزمین رو گرفته بود، ولی بعد فرزندانشون نوادگانشون موندن و پادشاه شدن، حکومت کردن. ولی اینا سه نسلشون الان همه غارت کردن، یعنی همه فقط فکر میکنن این یه ملت اشغال شده است، باید تمام ثروتش، تمام اون چیزهای خوبی که این ملت دارن باید ازشون گرفت، از چنگشون در آورد. اینه که سراغ آثار باستانی میرن، کتاب میرن، اگه در فوتبال درآمدی باشه سراغش میرن، در سینما درآمدی باشه سراغش میرن، هر جا ببینن درآمدی وجود داره، پولی وجود داره، خودشون هم اگه نباشن پسرخالهشون هست، دخترداییشون هست، همشهریشون هست توی آرادان، یه کدوم از دو بالاخره توی این ماجرا هستن. حالا یه سریشون که دیگه به اندازه کافی گرفتن اون پشت‌مشت ها مثل اردبیلی و بقیهشون دیگه، مثلا مارکس اند اسپنسر رو دارید مثال میدم، ده ها کمپانی دیگه آمریکایی اروپایی هست که خب تولید میکنن، بالا میبرن فروش رو، یه پاداشای میگیرن. بله قبل از ایران هم کم و بیش این داشت میشد، مثلا فرض اون جاهای مختلف سهم شدن کارگران در سود کارخانجات بود، اون بحث دیگری است. شاید در ایران هم همونطور که اشاره کردید شما، هدف اگر قارت از ویران کردن موفق شده، مثلا صنایع نفت ایران، مثلا یادم از قاسم رستمی و نفت مثل من هست و طب سوزنی چینی مثلا، شاید بدتر باید خب پاداش گرفت. یادتون هست دیگه اوایل بعد از انقلاب بود حکم میدادن که من تعبیر کردم، حکم دادن دست مردم که شما به سمت پرویز یا حقی منصوب میشوید. یه همچون حکمهایی دست مردم دادن. بله و در یه همچین شرایطی هست که آقای خامنه‌ای، آیت الله خامنه‌ای میان میشینن و صحبت میکنن درباره باز مسئله اتمی. من باز جایی اشاره کردم در برنامه‌ای که خب این آقای صالحی هم من نمیدونم برای چی رفته این همه تخصص گرفته، ظاهرا یعنی همه درس خونده، وقتی کار اتمی رو قرار بشینه اون پایین صداش کنن به یعنی شما این هست اون هست، گوش بده چی میگم، این کارا رو بکنید نکنید. بهتره گوشه ای از حرفای آیت الله خامنه‌ای رو با هم ببینیم. البته مطمئنم شما دیدید، برخی از بینندگان که احتمالاً ندیدن، اون چرا که درباره برنامه اتمی گفته، توافق اتمی، با هم میبینیم و میشنویم. بعد من پرسشی دارم از آقای نوری عزیز. برجام خود سند، همونطور که عرض کردم، سند یک خلل و فرجی دارد، یک زوایای پر ابهامی دارد که اینا موجب شده است که دشمن بتوانه سوء استفاده کنه، طرف مقابل بتوانه از اونا سوء استفاده کنه. ما البته برجام رو ابتداعا نقض نخواهیم کرد، اینو همه بدانند. ما نقض نمی کنیم برجام رو، لکن اگر طرف مقابل نقض کنه، که حالا هم تهی دارن تهدید میکنن، این کسانی که نامزد ریاست جمهوری آمریکان هی دارن تهدید میکنن که ما میاییم پاره میکنیم، نقد میکنیم، خب اونو اگر پاره کردن ما آتیش میزنیم. اینجا عرض میکنم اگر حضور دارن آقای دکتر صالحی، این توقعات که اونا در زمینه این الیاف کربن که در سانتریفیوژ ها به کار میره، طبقاتی که در اون زمینه دارن، یه در طبقاتی که در مورد اندازه‌گیری اون 300 کیلو دارند، این طبقات مطلقاً قبول نکنید. خب آقای نوری‌زاده، هم ببینید این خلل و فرج که بسیار مهم است توی مذاکرات اتمی، که اگه آقای ظریف و بقیه نتونستن این خلل و فرج رو بگیرن، خب یه خلل و فرج بگیر از تهران جای قومی میبردن با خودشون، نمیذاشتن به وجود بیاد که این دشمن نفوذ نکنه، سخته. بعدم این مسئله اتمی
این الیاف کربنم که کار ساده است دیگه. دیگه این آقای بابا آقای صالحی چه رفته این همه درس اون رئیس انرژی اتمی بشه و فلان و از این حرفا. و بعدم این حرف یعنی چی؟ من دقیقا دقتم کردم این حرف زیاد حرف روشن نیست، با اینکه الله اکبر جماعت پای منبر رو برانگیخت که اگر اونها پاره کنن این توافقو ما آتشش میزنیم. خب اگه اینا پاره کردن توافقو که همین حرف هم میزنن، یعنی به نفع آمریکا نیست. بنابراین شما چرا دیگه ظاهرن باید به نفع شما باشه که مخالفن آقایون خانومو؟ بنابراین شما چرا آتش باید بزنید؟ اگر فکر میکنین چیزیست به نفع ایران که میگید ما لغوش نخواهیم کرد. اولا جناب شالنگی معذرت بخوام، حرفتون اگه تموم نشده بفرمایید. ما چون بفرمایید ما چون همدیگر رو نمیبینیم الان با این سیستمی که هست، متاسفانه من گاهی ممکنه وسط حرف شما بپرم. نه ولی... ممکنه اتفاقی که بیفته ولی به هر حال قابل حل است. بفرمایید. من نکته ای که به نظر من میرسه، اولا اون الله اکبر و درود و غیره رو که اونجا میاد منو متاثر میکنه، یعنی ابعاد فریبکاری به گونه ایست که آدم ها خودشون رو فریب میدن. اولا آقای خامنه حرفایی که زد یه مقدار حرفای شعارگونه بود، به این ترتیب که داعش رو نمیشه پاره کرد یا آتش زد. حرفایی هم که آقای دونالد ترامپ میزنه حرفای مبارزات انتخاباتی، این یک سند رسمی بین المللی است. 5 به اضافه یک کشور، 5 تا عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان بر پای اون سهه گذاشتن، امضا کردن، کنگره آمریکا تاییدش کرده و این یه سند رسمیه. معنایی نداره کسی پارش بکنه. در صورتی پاره میشه که شما کاری بکنید که عطو بدید دست مخالفان این قرارداد، بیاید باز موشک تولید کنید، موشکایی که کلاهکاش قادر سلاح اسلحه دمار شامل یا تخریب وسیع رو حمل بکنه. پس بنابراین این شما هستید که عامل بهشت و دوزخ برجامید که این برجام به قوت خود باقی بماند، یا اینکه عامل ایجاد بشه. مثلا در جنگ ایران و عراق صدام حسین اومد قرارداد الجزیره رو پاره کرد، این عملش از نظر جهانی محکوم شد چون یه قراردادی بود جزء اسناد سازمان ملل متحد و بعد ناچار شد بیاد این قرارداد دوباره قبول کنه. بنابراین میخوام بگم اینجوری نیست که یه قراردادهایی در این سطح یکی پاره کنه یکی آتش بزن. منظور آقای خامنه از آتش زدن، آتش زدن قرارداد نیست، ایشون دارن تهدید میکنن اگه شما قرارداد و لغو کردید ما هم خلاصه میریم آتیش میزنیم. یعنی چی؟ یعنی دوباره فوردو رو را میندازیم توکل تو علالله یه سال، دوباره سانترفیوژ میبریم نتنز توکل تو علالله دو سال، دوباره میایم سایت عراق رو آب سنگین میکنیم توکل تو علالله سه سال. اینا همه وعده است و دعای علی گلابی به قول بچه های تهران و به نظر من اینا رو نباید جدی گرفت. آقای خامنه ای ناچاره برای اودینس خودش، برای طرفدارانش، برای سپاهش از این حرفا بزنه، چون اونا سوال میکنن آقا 14 سال به ما وعده بمب اتمی دادید و آقای ظریف رفت نشست اونجا قرارداد بست و همه چی رو داد به اونا. قذافی هم این کارو کرد، چی شد عاقبتش؟ اینه که آقای خامنه‌ای گاهی بعد این حرفا رو بزنه، خیلی نباید این حرفا رو جدی گرفت. ولی خب گاهی نیست، بیشتر از گاهی هست و بعد این حرفا پیامدهاش برای ایران، مردم ایران مشکلاتی ایجاد میکنه یا پیامدهایی داره، مثل حرفای آقای احمدی نژاد دیگه یا بقیه، یا زمانی که خود آقای رفسنجانی بقیه بود. در حال آیا حرفایی که بعضی الان درباره کشورهای منطقه میزنن، کارهایی که میکنن نداره پیامد آقای نوری‌زاده؟ بله به طور قد موثره، کمان که الان در منطقه شاهد واکنش ها هستیم. دشمنی که میتونست حالت بالقوه داشته باشه فعلیت پیدا کرده، رقابتی که بالقوه بود بالفعل شده، جنگ نیابتی بالفعل شده، اینا همه بر اثر
سیاست‌های غلط، تبلیغات غلط و حرف‌های بی اساسی است که مقامات جمهوری اسلامی روز و شب تکرار می‌کنه. بعدش هم این مسائل اتمی هم زیاد سختی نبود، اون الیاف کربن و اون 300 کیلوی کذایی که ما نمیدونم کدوم 300 کیلو هستش دارن میکنن اتمی، نوای ساله هم به نظر من فکر کنم بی خود عمر خودشو تلف کرد رفت درس خونه. بله بله درست. این روحانیت حاکم این همه علم و دانش از ناسوت تا لاهوت و بالعکس از کجا بوده های نوری زده که از اتم گرفته تا اقتصاد تا علوم دریایی زمینی آسمانی همه رو به هر حال بلدن و اظهار نظر. قبل از انقلاب اگه یادتون باشه اگه یکی دو تا آخوند مثلا آقای فلسفی میرفت بالای منبر همیشه از موریس متلینگ مثال میزد و اودینس هم میگفت عجب با سواده چه اسمی آورد. آره موریس متلینگ کتاب موریانه رو نوشته. آقا موریانه ها چه نظم، حالا اینا مگه میشه بدون خدا؟ زمان 28 مرداد میگفت آقا زنبورا ملکه و پادشاه دارن، وقت ما تو مملکتمون نباید ملکه پادشاه داشته باشیم. آقای فلسفی بعد 28 مرداد نه آخری هم این حرفا رو میزه. یا خود دانشمندشون بود، البته شخصیت هایی داشتیم مثل مرحوم دکتر سید محسن بهبهانی که شما آشنا بودید باشون، آقای دکتر عباس مهاجرانی، استاد محیط طباطبایی که ازشون یاد کردید، مرحوم راشد، اینا سخنورانی بودن که در عرصه دین، مذهب، تاریخ، فرهنگ سخن میگفتن و آدم های باسوادی بودن. ولی بقیه آخونده دو نوع داشتیم، یکی روزخونا بودن که خب میرفتن بالا حسین رو میکشتن و کربلا و غیره، یه دستشون هم وعاظ بودن که بالا وعظ میکردن و پند و نصیحت میدادن. البته علمای اعلام هم در قم نشسته بودن با مدرسین و مشغول این بودن که ضرب زیدون امرن و مشغول ذهبه رو به باب یا فعله رو به باب استفعال به باب استفعال و مفاعله بردن، اونا مشغول اون کارا بودن و بنابراین دانشمندان چپ و راست خلق نشده بودن. ما حالا در این بعد از انقلاب آقای دکتر طه هاشمی هم داریم که طبیبه، رفت دانشکده پزشکی درس خون دکتر شد. لابد آخوند اتمشناس هم داریم، قربونت برم، دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. این علمای اعلام گفت این دنبوریده ها به همه چی سر زدن، از همه چی سر در آوردن، چنان از سانترفیوژ میگه انگار پسر خالشه، انگار سانترفیوژ مثلا لیف عمومیست که باش لیف میزدی تو عموم سانترفیوژ. بله خلاصه آقای جنتی هم که 3-4 بار اشتباهی گفت. بله بله خب اتم ریز خیلی ریز اصلا دیده نمیشه، کار نداره. وقتی تو آدم راجع به خورشید و اینا اظهار نظر میکنه، رؤیت ماه و ندیدن ماه برای ماه رمضان، اتم چیز زیاد مهمی نیست. اینو در یکی از کارهای روانشاد کسروی من دیده بودم که اشاره میکرد این منور فکرها که به روشن فکرهای زمان مشروط میگفتن و روحانیت مثل نوری و بقیه مخالف بودن، داروخانه هم داشتن که در سریال دایجان ناپلئون هم میبینیم بازیگر ارجمند ما بازی میکنه آقای نصرت الله کریمی. به این تیپ آدم ها خب هوادار مشروطه بودن، قدیمی تر از این نسل، حتی سولفات دو پوتاس میفروختن ظاهرا به جای حاج بنیازی. یک ملایی بود بر میگفت این منور الفکرها دارن کفر رو رواج میدن، جای حاج بنیازی ما سولفات دو پوتاس دارن میدن. سولفات دو پوتاس میدونین ای مومنی همیشه یعنی خدا دوتاست، دارن کفر رو بمکن. بله اونا برای کمونیست ها میگفتن کومو یعنی خدا، کمونیست یعنی خدا نیست، اینم بعد در منبر میگفتن. بله صحبت روانشاد استاد محیط طباطبایی شد و کسانی که شما اشاره کردین همه در حوزه خودشون فعالیت میکردن و نه بیشتر. استاد محیط طباطبایی نمایشگاه علوم و هنرهای دنیای اسلامی که عنوانش بود در لندن انگلستان موزه‌های مختلف، دفتر شهبانوی ایران بود و سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران. من برای بینندگان میگم آقای نوری‌زاده در جریان هستن پیش از انقلاب
از کارگران صنایع به صدا دستی ایران، گیوه دوز کرمانشاهی، پته دوز کرمانی و بقیه استادان دانشگاه در این زمینه‌ها رو دعوت کرده بودن. روزنامه‌نگارای مختلفی هم رفتن که منم این بخت رو داشتم به اتفاق روزنامه‌نگاران دیگه رفتیم برای دیدن این نمایشگاه. در موزه علوم لندن که آقای نوری‌زاده فکر کنم هر روز از جلوش رفتید اینها، در اونجا گذاشته بودن به اصطلاح بخشی از علوم اسلامی رو یا دنیای معروف به دنیای اسلام رو اون بالا و بخشش هم رمل و اسطرلاب‌های مختلف و اینا. یک کسی من و تعدادی همراه استاد طباطبایی داشتیم یه بخش موزه رو میدیدیم پایین، چیزای فضایی بود، کسی از اون بالا صدا کرد استاد تشریف بیارین این رمل اسطرلاب مال دوره مثلا سلجوقیان یا هر کسی دوره. ایشون گفت نه با تشریف بیارید پایدن پایین. آقای نوری‌زاده این نکته رو خیلی جالب بود برای من، تشریف بیارید پایین، فعلا علم اینجاست، بیاید مظاهر علم جدید رو بیشتر دنبال کنید. اون رو بعدا میتونید ببینید در تهران روان همه مرد بزرگواری بود. من بسیار ازش آموختم، روان شاد، یک انسان وارسته و آزاده. یادم هست اون زمان خیلی نوجوانی مقالاتی در تهران مصور هفتگی می نوشت و مقالاتش فوق العاده، یکی از اولین کسانی بود که از حقوق مردم فلسطین دفاع کرد. مرد وارسته ای بود و جانشین ناپذیر هستن. آقای نوری‌زاده 37 سال گذشته تا یک واعظ مثل فلسفی هم تولید نشد. درست، کاملا درست. کسانی مثل کاملن. محیط طباطبایی جانشین ناپذیر و بسیار واعظ داریم. آقای دانشمند متخصص خروس و مرغ و اون بالا به جوونا میگه مثل خروسا باشین، موقعی که میخواین مرغو شکار کنین برید دنبالش، گردنتون رو بالا بگین، زیر ابرو هم ور ندارید. حالا متخصص ما آخوند داریم الان میاد بالای منبر اورال سکس رو تدریس میکنه، همشون در این زمینه ها استادن و خب خداوند وجودشون رو زیاد بکنه. شدن ما گوشه ای از اون چی که در ایران اتفاق میفته و این ملأ عام که شده یکی از مساعد یا به اصطلاح عرصه های به اصطلاح قضاوت دستگاه قضایی حکومت ایران رو با هم میبینیم. شلاق خوردن یک ایرانی به اتهام آن چی که روزخاری نامیده میشه در تهران که میبینیم به جز ماموران خوشبختانه مثل اعدام زیاد کسانی نیستن به اعدام به تماشای چنین مراسمی بیستن در تهران، جز ماموران در 20 نفر درگیر این هستن یک نفر یک انسان دیگر رو شلاق بزنن، که این 20 نفر های نوری‌زاده اگه بیل به زمین میزدن تروبچه میکاشتن اقلا یه تولیدی برای مملکت میشد. با هم میبینیم، با هم میبینیم این صحنه رو. اجرای حکم شلاق در ملأ عام. اجرای حکم شلاق در ملأ عام، در ملأ خاص چه میکنن در زندان‌های ایران؟ انواع شکنجه‌ای که توسط نهادهای بین‌المللی حقوق بشر نیز تایید شده و کشته شدن در زیر شکنجه، افشین اوسانلو، امیدرضا میرسیافی، ستار بهشتی و بسیاری دیگه، و اظهارات آقای محمد جواد ظریف مبنی بر اینکه ما در ایران اعدام سیاسی نداریم و زندانی سیاسی نیز نداریم.